بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم لعن الجبت والطاغوت. اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه های جهانی آقا امام حسین علیه السلام و آقا امام عصر ارواحنا له الفدا. امیدوارم هر جا هستید صحیح و سالم باشید و روزگار به خوبی بگذرونید. الحمدلله رب العالمین. امروز هم بنده این توفیق رو دارم در خدمت شما و جناب استاد رجبیان باشم با برنامه زنده سلام کربلا که خدمت شما تقدیم میشه از استدیوی برج مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام در خیابان قبله آقا امام حسین علیه السلام و در جوار حرم مطهر این امام همام و برادر بیبدیلشون آقا ابوالفضل العباس علیهم السلام خدمت شما تقدیم میشه. از باب یادآوری عرض بکنم امروز روز 26 ماه رجب الاسب هست و سال روز وفات اسوه ایمان جناب حضرت ابو طالب علیه السلام، پدر بزرگوار آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و عموی بزرگوار آقا نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. و همینطور که قطعا دیدید و شنیدید مدت‌ها قبل در اخبار شیعه خدمت شما کتابی رو معرفی کردن که الحمدلله به زیور طبع آراسته شد، که کتاب اثبات نبوت جناب ابو طالب که به قلم جناب استاد رجبیان که الان در محضرشون هستیم به رشته تحریر در اومد و از باب حوزوی با 5 دلیل خیلی محکم و قاطع اثبات نبوت این بزرگوار شده. این هم به خاطر این بود که هر کسی که بنی امیه و اون افرادی که از حق فراری هستند، از خدا ترس و واهمه ای نداشتن دیگه، حالا چه برسه به پیامبر اکرم و ائمه اطهار، شروع کردن به ترور شخصیتی جناب ابو طالب. ابو طالبی که بعد از حضرت عبدالمطلب علیه السلام کفالت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو داشتن. عرض تسلیت داریم این مناسبت و این امروز رو انشاءالله که آقا امیر المؤمنین بزرگواری میکنن از باب لطف و رحمتشون، اون چه که دست مرحمت میکشیدن بر سر یتیمان بر سر ما هم بکشن، چون خودشون هم در یک همچین روزی یتیم شدن. اجازه بدید خدمت استاد محترم جناب آقای رجبیان عرض سلامی داشته باشیم و انشاءالله پیگیری بکنیم ادامه بحث هامون رو. حالا اگر جناب استاد هم
لازم دونستن در ارتباط با وفات این اسوه ایمان صحبتی داشته باشید، از شما کمال تشکر رو داریم. سلام علیکم و رحمت الله. به استدیوی برج مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام خوش آمدید. و علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیزمون در هر کجای این کره خاکی که همکنون یا بعدن ما رو دنبال میکنن. همچنین عرض تعزیت دارم خدمت آقا صاحب الزمان و حضرت عالی و بینندگان عزیز به مناسبت این روز عظیم. انشاءالله که همگی تحت توجهات آقا امیرالمومنین علی علیه السلام باشیم. به هر حال به همون میزانی که در تاریخ حضرت علی ابن ابی طالب رو دشمنان بهش ظلم کردن و اون رو مظلوم قرار دادن، به همون درصد پدر بزرگوار ایشون که در نه تنها پدر حضرت علی ابن ابی طالب هستند، چه نقش بزرگی در موفقیت رسول الله حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم داشتند، به طوری که قسمت زندگی نامه حضرت ابو طالب در کتاب اثبات نبوت، اثبات نبوت حضرت ابو طالب که نوشتم، یک قسم این کتاب، یک فصل این کتاب زندگی نامه حضرت ابو طالبه. کسی که اون فصل زندگی نامه حضرت ابو طالب علیه السلام رو مطالعه کنه، که انهو داره زندگی نامه پیامبر مکرم اسلام مطالعه میکنه، و این یه نکته داره، چقدر این آقا والا مقامند و زندگیشون گره خورده به زندگی پیامبر مکرم اسلام، که وقتی که زندگی نامه ایشون رو میخوایم بنویسیم یا زندگی نامه ایشون رو میخوایم مطالعه کنیم، که انهو داریم زندگی نامه پیامبر مکرم اسلام رو مینویسیم یا مطالعه میکنیم. همین بس در کرامت و بزرگواری شأن و منزلت این اسوه ایمان و این پیامبر خدا که پیامبر بودن، نبی بودن، و من در همون کتابم فرق نبی و رسول نوشتم، ایشون نبی بودن نه رسول. بله. و انشاءالله که تحت توجهاتشون باشیم بی بهره و بی نصیب از تفضلات این ولی خدا و این نبی خدا نباشیم. من در خدمتون هستم. اللهم آمین. ممنونم، متشکر از توضیحاتتون. جناب استاد، در هفته گذشته ما همچنان ادامه بحث هدف خلقت خدای تبارک و تعال رو داشتیم. هفته گذشته قسمت دومش بود و فرمودید هنوز این بحث ادامه داره. ما در خدمت شما هستیم تا انشاءالله به صورت کامل بگیریم مطالبی رو که حضرت عالی تحقیق کردید در ارتباط با توقیع و جواب امام زمان علیه السلام به احمد ابن موسی با پیوست اون نامه جعفر. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا صاحب از زمان اشاره کردن که خدای تعالی این همه خلقت رو عبث و بیهوده نبوده، یعنی خلقتشون. در ادامه فرمان که بل خلقهم به قدرتهی و جعل لهم اسماعا و ابصارا و قلوبا و البابا. در ادامه باز همونه، ادامه همونه و موضوع هم همونه، که خدای تعالی این خلقت رو با قدرتش، با قدرت خودش خلق کرده، مشیتی داشته. و مثلا برای ما، برای شنیدن گوش خلق کرده، برای خلاصه توضیح داده، برای هر چیزی خدای تعالی یه وسیله خلق کرده. ما میخوایم ببینیم چشم بهمون داده، میخوایم صحبت کنیم زبان بهمون داده، میخوایم بشنویم گوش بهمون داده، میخوایم درک کنیم، تعقل کنیم، تفقه کنیم، عقل بهمون داده. یکی از در مورد خلقت و مشیت خلقته، یکی از بزرگترین مشیت الهی از خلقت به کمال رسیدن جمیع مخلوقات، جمیع مخلوقات، نه فقط انسان. حالا این فرق به کمال رسیدن انسان با ما بقیه خلقت رو الان عرض میکنم. خدای تعالی کمال محضه، خدای تعالی کمال محضه و کمال آفرینه، یعنی هرچه آفریده این صاحب کماله. خدای تعالی چیز عبث و بیهوده، همجوری که در فرازی که در دو هفته قبل بهش پرداختیم همین بود،
که لم یخلق الخلق عبسا، خدای تعالی اصلا خلقت عبسی نداره، هر چیزی خلق کرده دارای کماله. فقط این وسط انسان رو مستعد کمال خلق کرده و دستور بهش داده که به کمال برس. چرا؟ چون خدای تعالی انسان رو اکرام کرد. ما خلقت اولیه منظورم ها، خلقت روحمون نه بدنمون، تو خیلی خلقت اولیه داریم، روحمون جمیع غیر از ما، یعنی اهل بیت عصمت و طهارت که اونا خلقتشون اول چیزی که خدا خلق کرد اونا بود، بعد مخلوقاتی که در کرات مختلف داشتن تا همین الان و بعدن و بعدن و الی الابد. خب اونا رو استثناء میگیریم از بعد به خلقت، یعنی خلقت اولیه‌مون که همه ما، حتی انبیاء الهی، حتی اولیاء الهی مثل از طب الفضل عباس، ما بدترین انسان‌ها، خوبترین انسان‌ها، همه و همه یک جا خلق کرد، خلقت روحمون رو خلق کرد در عالم ارواح. بله. از بد و اون خلقت بلا فاصله، یعنی همزمان اصلا اینجوری خلق کرد، به ما قدرت اختیار و انتخاب داد، به ما عقل و شعور داد، چیزی که به بقیه نداد یا خیلی کم داد. مثلا به جنها این عقل و شعور داد، منتها خیلی در نسبت به انسان اگه بخوایم بسنجیم خیلی پایین تره. ملائکه تا حدی اون قدرت اختیار و انتخابی که به ما و جن داده شده اونا ندارن، اونا باید همون جوری که خلق شدن و دستور داده شدن پیش برن. خب این سه تا از دسته بزرگ مخلوقات دیگه، حالا جمادات و نباتات و حیوانات و اینا که دیگه نیاز به توضیح نیست. همه رو خدای تعالی، فلان حیوان رو، فلان حشره رو، فلان درخت رو، خلاصه چیزایی که همه با کمال آفریده. کمال چیه؟ کمال یعنی کامل شدن، کامل بودن. اینکه ما میگیم که انسان باید به کمالات روحی برسه، یعنی که یک انسان کامل بشه، انسان کاملی بشه، انسان کاملی بشه. که حالا من اینجا ببینید، در قبل شیخ الان مثلا هر کسی که معمم شد به شیخ میگن دیگه، شیخ رجبیان، شیخ فلان مثلا، اما در قبل اینجوری نیست. به تاریخ که رجوع میکنیم، شیخ به فرد بزرگسال، شیخ به کی میگفتن؟ شیخ به کسی میگفتن که در علم شریعت و در علم طریقت، در شریعت و طریقت، البته حالا این که شریعت و طریقت، حالا منظورمون اون چی که متصوفه میگن که طریقت سوای از شریعت و اینها نیست، خب مجزای از هم هستن اما با همن، یعنی ما نداریم مثلا این طریقت و همه با همن. کسی که در شریعت و طریقت سرآمد میشد، کامل میشد، اونو شیخ میگفتن. اگر که کسی ملبس به لباس روحانی هم میشد اما در این دو علوم به سرآمد نمیرسید، به سرحد این علوم نمیرسید، مسلط بر این علوم نمیشد، طریقت هم یعنی همون دیگه چیزای سجایای اخلاقی، بله، در علم اخلاق و اعتقادات تکمیل میشد. و در علم شریعت هم که همون فقه و اصول و اینها بود، به این شیخ میگفتن. کمالات یعنی انسان شیخ بشه، یعنی کامل بشه از نظر اخلاقی، علمی، اعتقادی، اینا کامل بشه. خدای تعالی همه رو اصلا کمال محض و کمال آفرینه. اصلا اینکه یک چیزی ما پیدا کنیم، یه خلقی، یه خلقتی، در عمق دریا، در وسط جنگل، در فضا، در روی کره زمین، در بدن ما، در هر جا هر جا که یک کسی بتونه یه چیزی پیدا کنه که بگه این خلق الکی بوده، هیچ، این اصلا معنایی نداره، بیهوده است، نه، کمال محض خدای تعالی است و کمال آفرینه. هر چه آفریده اینها ملائکه که در روی ریلی که قرار گرفتن باید برن و دارن میرن، سایر نباتات و جمادات و تمام خلقت همینجور، انسان و جن، لاله یعبدون،
خب دیگه حالا به همون میزانی که بهشون فهم و درک داده. خدای تعالی از انسان همون اندازه توقع به کمال رسیدن داره که بهش عقل و فهم و درک داده، از جن هم همون اندازه که بهش داده دیگه. منتها این دو قشر که انسان خیلی غیر قابل وصف، بیشتر از جنها عقل و شعور بهش داده شده، درک و فهم بهش داده شده، اما خب جنها هم درک و فهم و عقل و شعور بهشون داده شده، این دو خودشون با زحمت خودشون، حالا که خدا اکرامشون کرده، باید بیان به کمال برسن. و وقتی که این دو دسته با فهم و درک خودشون، با زحمت خودشون به کمال برسن، اینها، این کسی که از این دو قشر به کمال رسید، غیر قابل قیاس با جمیع حتی ملائکه، بعد ملائکه ای که ملکند، عبادون مکرمون، بندگان مکرم خدای تعالی هستند، با همه عظمتی که دارند، با همه مقاماتی که دارند، خادم این شخص میشن. روایات هم داریم که ملائکه اهل بیت میفرمایند خادم ما و خادم شیعیان ما هستند. للعلم ما محبین اهل بیتیم، شیعه همون کسی است که صاحب کمال میشه. روایت هم داریم اون جریانی که اومدن خدمت آقای امام رضا برسن و گفتن که ما شیعیان حضرتیم، حضرت راهشون نداد تا یک ماه، بعد روز آخر اومدن گفتن ما محب حضرتیم، ما اگه بریم اونجا عامه، یعنی همین اهل تسنن، به ما طعنه میزنند و امامتون شما رو نپذیرفت. بعد راهشون دادن گفتن امروز راست گفتید، شما محب ما هستید، شیعه خیلی مقام داره. نهید بگید از اول ما شیعیان هستیم، ما محب. لذا این کمال، خدای تعالی کمال محض و کمال آفرینه. خب چطور به کمالات میشه رسید؟ ما راه‌های زیادی هست که میتونیم به کمالات روحی برسیم، اما یک راه خیلی بزرگ و قوی، خدمت به دینه، خدمت به اهل بیت عصمت و طهارته. راه خدمت، راه‌های زیادی هست راه خدمت، مثل مثلا صدقه و انفاق. صدقه و انفاق خب قسم‌های مختلفی داره، زیاد، ولی بهترین انفاق‌ها، بهترین صدقات، اون صدقه و انفاقی است که به دست امام برسه، به دست امام برسه یا در راه امام خرج بشه. صدقه چیز بدی نیست در عموم مردم، متاسفانه صدقه رو یه چیز مثلا بدی میدونن که مثلا یه کسی صدقه به کسی میده، اون که میده بد نمیدونه، اون که میگیره بد میدونه. صدقه یک پولیست که از روی صدق و صفای روح و نیت، خلوص نیت داده میشه. و اولین صدقه بگیرم پیامبر مکرم اسلام، خذ من اموالهم صدقه. لذا صدقه نه یه چیزه، صدقه اهل بیت عصمت و طهارت میگیرند، پیامبر مکرم اسلام میگیره. البته فرق داره، حالا من عرض میکنم که با اون صدقه ای که مثلا موقع اون صدقه ای که فقیر میگیره، صدقه میگیره میخوره، پیامبر مکرم اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت صدقه میگیرن، اما نه اینکه بخورن و هزینه بکنن برای دیگه. عرض میکنم روایاتی هست که اهل بیت عصمت و طهارت چقدر غنی بودن و نیازی به این پول ها نداشتن. اولیاء خدا نیازی به این پولا ندارن. و امام صادق هم میفرمایند که در یه جایی میفرمایند که امام صادق علیه السلام مسافرت رفتن یکی از شهرهای اطراف مدینه، بعد شیعیانشون هدایایی، محبینشون شیعیانشون هدایایی براش آوردن، گرفت. اونجا میفرمایند که من این هدایا رو از شما میگیرم، من یکی از ثروتمندان مدینه هم، مثلا تو شهر مدینه دو تا سه تا ثروتمند باشه، من یکی از اونام، یا شاید اول از اونام، بزرگتر از اون. من اینا رو از شما میگیرم چون که شنیدم پدرم از پدرش از میرسه به پیامبر جبرئیل خدا که مردم مسلمان اگر این صدقات رو ندن، اگر این انفاق رو نکنند، خدای تعالی اون رو تسکیه نمی کنه و فردای قیامت با اونها سخن نخواهد گفت. من از این جهت هستم اینا رو قبول میکنم، وگرنه من یکی از مرفعین در مدینه هستم. لذا اولیاء خدا از نظر ثروت و مکنت ما و همه اموالمون رو در یه گوشه از جیبشون میگذارن، نه اینکه نیاز دارن، اما مشیت خدای تعالی برای پاکی ما اینه. لذا صدقه انواع و اقسامی داره. مهمترین صدقه، بهترین صدقه، صدقه ایست که به امام میرسه.
لذا عن ابي عبد الله عليه السلام قال درهم يوصل به الامام افضل من الفي الف درهم فيما سواه من وجوه البر. پولی که صدقه ای که به امام برسه عجیبه ها، صدقه انواع و اقسام مختلفی داره. یکی از اون اقسام که بزرگترین و بهترینش اینه که به امام برسه، به دست ولی خدا برسه. این صدقه، این انفاق افضل از، یعنی اینجوری بگم، 2 میلیون برابر بیشتر ارزش داره، اثر داره، ثواب داره. 2 میلیون برابر، الفی الف، 2000 ضرب در 1000، 2 میلیون. بله، در من فی ما سواه من وجوه البر، در هر کار خیری که شما به ذهنت میاد، هر کاری، چه کار خیری به ذهن من، شما بینندگان، هر کسی میرسه، این یکی 2 میلیون برابر هم اثر داره بیشتر از اون کاری خیری که به ذهن ما بیاد، هم ثواب داره. این عجیب. یا به یکی دیگه از محبینشون فرمودن که یا میا درهم یوصل به الامام اعظم وزنا من احد. کوه احد چقدر وزنشه؟ مخصوصا همین الان هم ما شاید نتونیم حساب کنیم، اون موقع که اصلا، یعنی امام میخواد از نظر سنگینی این عمل چقدر سنگینه، چقدر وزینه، چقدر اثر داره. سنگینی دستور خدای تبارک و تعالی که امر مستقیم میفرماید به پیامبر اکرم که بگیر از اینها به خاطر تزکیه خودش. احسنتم. از اعظم و وزنن من احد، از کو احد، اون درهمی که برای امام به امام میرسه. و در جریان امام صادق علیه السلام که عرض کردم که میفرمایند که انی لمن اکثر اهل المدینه مالا ما اريد بذلك الا ان تطهروا. من ثروتمندترین مرد مدینه هستم و این میگیرم برای اینکه شما تطهروا، تزکیه بشید. اگه گناهکارید گناهتون بخشیده بشه، اگر الحمدلله گناه نکردید یا توبه کردید باعث ارتقاء مقامتون بشه، باعث تزکیه شما بشه. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. تو تطهر، اگه میخوان تطهیر بشن از گناهان، از خطاها، اگه میخوان تزکیه بشن، اگه میخوان به کمالات روحی برسند، حتی کمالات روحی، کمالات روحی مالی کسیه که دیگه توبه کرده، گناه هم نمی کنه، تزکیه نفسش هم کرده، حالا داره کم کم شروع به کمالات میکنه، حتی تا اونجا خوز من افهی پیامبر ازشون بگیر. خب اون چه در تاریخ اومده، من اینم اشاره کنم که یک کسی فکر نکنه که اولیاء خدا نیاز به مال ما دارن یا این مال برای خودشونه. حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در شهر ینبع عربستان سعودی که تو همین الان هم هست، یکی از بنادر خیلی مهم این کشور به حساب میاد، املاکی داشتن که حالا نخلستان بود، زمین کشاورزی بود، کارهای مختلفی میکرد، شاه آب بود، هنوزم هست. بعد عائدی ثمره فایده سالانه یکی از این نخلستان ها، املاک زیادی داشت، یکی شما دست میذاریم یکی از این ها که یکی نخلستانه، در تاریخ اومده که 40,000 دینار طلا، 40,000 دینار یعنی طلا دیگه، بله، چیزی معادل 1,500,000 دلار که امروز، 1,500,000 دلار امروزی، حالا معادل حوالی کمی بیشتر کمی کمتر همین رو میاد، این درآمد یکی از نخلستان های حضرت علی ابن ابی طالب. و البته اینم، این نکته هم بگم که حالا بعضی سوال میکنن، همین از همین سوال میکنن که از طرفی میگن که از علی ابن ابی طالب ساده زندگی میکرد، از طرفی بعضی از این روایات میاد، این چجوری جمع میشه؟ این کمال از علی ابن ابی طالب. اتفاقا ببینید، یک کسی چون نداره مجبوره، نداره مجبوره که میخواد، تقوا هم داره، به مال حرام هم نمیخواد دست دراز کنه، نداره ساده زیسته، این نداره ساده زیسته، اون کماله که حضرت علی ابن ابی طالب داره و اینها رو در راه خدا میده و ساده زیسته. این مهمه. با. یکی دو در مورد همون حضرت علی ابن ابی طالب، چون
حضرت علی ابی طالب بزرگترین ولی خداست. اینو که بگیم دیگه بقیه و برای ما اسوه هستن، بدانیم وضعیت زندگانیشون رو و به کار بگیریم انشاءالله. احسنتم. انگشتری که آیم در موردش نازل شد که ایشون هدیه دادن، بله، امام صادق علیه السلام وزنش رو که 4 مثقال بوده و نگینش هم 5 مثقال بوده، از یاقوت سرخ بوده، چی بوده، از سه جنس بوده و خلاصه قیمت این انگشتر برابر با خراج یک سال کشور شام بود. هزینه یک کشور شام، یک کشور، یه دونه از انگشتر حضرت علی بن ابی طالب قیمتش اندازه هزینه یک سال یک کشوره، کشور شام. اون موقع کشور کوچکی هم نبود، کشور مطرودی هم نبود. بله، این انگشتر حضرت علی بن ابی طالب. لذا اولیاء خدا ما و همه اموالمون رو تو جیبشون میذارن. این امر خدای تعالی است و برای امام صادق هم فرمود من اصلا نیازی به این پولا ندارم، منتها خدای تعالی امر فرموده. شما اگه میخواید تطهیر بشید، اگه میخواید تزکیه بکنید، اگه میخواید به کمالات برسید، این راهش راه مهمی هم هست. خب مطلب موند ولی خب وقت تمام شد، ظاهرا یکی دو دقیقه هم گذشته. من در جلسات بعدی در خدمت شما و بقیه بینندگان خواهم بود. خدا خیرتون بده. ممنونیم، متشکر از حضورتون در استودیو برج مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام. انشاءالله زنده باشید و باشیم در هفته آینده هم از محضرتون استفاده بکنیم. باز هم تشکر میکنم. و اما شما بیننده عزیزی که همراه ما بودید از اول، انشاءالله باز هم همراه ما هستید و خواهید بود، به خاطر اینکه بتونید صدای خودتون رو به کربلا معلا برسونید. لحظاتی بریم و برگرد. صلوات الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين، صلوات الله عليك يا مولاي وسيدي يا رسول الله. آجركم الله بوفاة أبيكم أبو طالب عليه السلام. امیدوارم هر جا هستید صحیح و سالم باشید. وقت اون رسیده که بنده به نیابت هست شما دست ادب به سینه بگذارم، رو به حرم های
مطهر آقا سید الشهدا آقا ابوالفضل العباس علیهم السلام قرار بگیرن با همدیگه عرض سلام و عرض حاجت داشته باشیم و انشاءالله بعد از اون صدای شما به کربلای معلا برسه. آماده اید؟ هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك وعلى الأئمة من بنيك، خصوصا الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك وعلى أمك أم البنين وعلى إخوانك وأخواتك وعلى أطفال الحسين المظلومين. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. زیارتتون قبول باشه، امیدواریم خیلی زود از نزدیک زائر ذوات مقدسه اهل بیت در هر کجایی که هستند بشید. اللهم آمین. پل ارتباطی شما با کربلای معلا، شماره تماس 2-0964-771-6167 هستش که شما میتونید از طریق تماس تلفنی، تماس صوتی واتساپ و تماس صوتی فیستایم صدای خودتون رو به کربلای معلا برسونید. بزرگواری بفرمایید انشاءالله کوتاه سلام بدید. از همین الان شماره گیری که میکنید به شما جواب داده شد، خواهش میکنیم صدای تلویزیونتون رو تا آخر ببندید که فاصله رفت و برگشت صدا از بین بره و از طریق تلفن با ما همراه باشید، اولین تماس رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آج آقا. خواهر بزرگوارم، قبول حق باشه اعمال شما، بفرمایید زیارت کنید. باشه بچشم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى 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 فرج آقای امام زمان ما را زورش و سلامتیش نزدیک بسازی، عاقبت به خیر بگردانی. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین سید الوصلین، السلام علیک یا فاطمه الزهرا، سلام الله علیک، السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته، السلام علی الحسین، علی ابن الحسین، علی اولاد الحسین، علی اصحاب الحسین، السلام علیک یا قمن المؤمنین و هاشم یا علمدار کربلا،
السلام علیکم یا باب الخوائج یا الفاظ العباس، السلام علیکم یا بید زینب کبلا، السلام علیکم یا بید رقی، السلام علیکم ان یزد جانان یزد جان، السلام علیکم یا آبا امام و سبلکم جعفر، السلام علیکم یا آبا امام و سای کازم، السلام علیکم یا امام رضا، السلام علیکم یا بید رسمه یا وقت فاطمی زهرا، بیمارای جمعه آل اسلام شفای به خیل تیمونین و ممنان مسلمین است و افاقنا کاران و خدای خودمه سوار قبل حسین بگردانی برقی مام حسین برقی موسای کازم دستگیری کربلای ما را امضا کنی خدای برقی فرج آقای ما و زمان ما را زورش و سلامتیش نزدیک بسازی سواب زیارت نامه مموات ممنین و ممنان مسلمین و مسلمان موات بیمارستم، موات وارز دارم، موات شما جامعه، موات خود بخشید اقفات میزن و شفاعت دنیا و آخرت والده دنیا زیارت آخرت شفاعت شما بر من بساد الهی آمین. مومنات مسلمین و مسلمات برامده بخیر و حق و امام زمان کنی از مانا که مشکل کربلای مستعین است. اللهم عجل ملیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، یا علی مدد، خدا نگهدار. قبول باشه زیارتتون، انشاءالله حاجت روا باشید. و اما تماس بعد. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آقای مخل افزاد بزرگوار، روز شما بخیر، تعداد عبادت برادیگاه. وقت شما بخیر، بفرمایید زیارت کنید خواهرم. شکر، زنده باشی. سلام، زیارت عطیه میکنم برای اموات خودم و اموات شما و بچه های دوستا و امسای. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم کل ولی قد حجت الابن الحسن صلوات بك علیه و بابا فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولی و حافظ و قاعد و ناصر و دلیل و عین، عطا تسکنه و ارزق التوات و تعافی عطیل و رحمتك یا ارحم الراحمین. السلام علیک یا ابا عبد الارواح التي حلت بفنائك، الیک منی سلام الله ابدا ما بقیت بغی لیل و النهار، ولا جاله الله رحت لمن زیارتكم. السلام الحسین ولا علی ابن الحسین ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین زوار الحسین جميعا و رحمت الله و برکات. السلام علیک باب الحوائج الا لی ابر چندار دشت شکر ولا. السلام علیک امام سلم اشتوا علیه السلام، السلام علیک بیبی زینب کبری سلام الله علیها، السلام علیک حضرت ام المؤمنین علیه السلام، السلام علیک حضرت حسین حضرت غایی علیه السلام، السلام علیک یا امام الزمان یا شریک القرآن یا خلیفه الرحمن امام انس و جان، فرج و نایم زیدی برسان آقای من سروری مار انشاءالله و زید برسان و نایم مربو بخش بیام رسیس های شیطانی آخر زمان نجات من بیدی. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، جل ولیک الفرج، دستان درد کن آقای من، اللهم عجل ولیک الفرج، انشاءالله که نایم زیاره ایمان باشی یا علی من. یا علی مدد، ممنونیم، متشکر. قطعا دعاگو و نایب زیاره همه عزیزان بودیم و هستیم انشاءالله، اگر خدای تبارک و تعالی عمری بده باز هم خواهیم بود. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. زائر محترم، صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم. سلام علیکم آقا. به کربلا خوش آمدید خواهرم، بفرمایید زیارت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ابا عبدالله، السلام علیکم ابن رسول الله، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم ابن سید الوسیین، السلام علیکم فاطمه الزهراء، السلام علیکم حجیت الکبرا، السلام علیکم حازن الکتاب المزدور، السلام علیکم وارث تورات انجیل و سبور، السلام علی الحسین و علی ابن الحسین لا اولاد الحسین لا اصحاب الحسین لا بل بالفضل عباس حسین، السلام علیکم جمیع رحمت الله و برکاته. التماس الواجی آقا، اللهم عجل لولیک الفرج. قبول باشه خواهرم زیارتتون، انشاءالله صحیح و سالم باشید و خدا به شما جزای خیر بده. ممنونیم، متشکر. یا علی مدد. تماس بعد. سلام علیکم و رحمت الله. سلام
زائر محترم، تماس شما وصله. سلام علیکم. متاسفانه تماسشون قطع شد، صدای ما رو نداشتن. سلام علیکم و رحمت الله. زائر محترم، صدای بنده رو دارید؟ بله. سلام علیکم، بفرمایید زیارت. ممنون. با تشکر از شما و همکارانتون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صل الله علیک یا ابا عبدالله، صل الله علیک یا ابا عبدالله، صل الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. السلام على الحسین و على علی بن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا الفضل العباس، یا قمر بنی هاشم. السلام علیک یا ساقی عطا شکر داره، یا کاشف الکرب انو جمع حسین، تکشف کردی به حق اخی جلسین. همه گرفتارا مریض دارا در راست همه به حق دل داخل زیادت زینب. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. و تشکر فراوان اجرتون با امام زمان و همچنین نایب زیاره باشین. حتما خواهرم. یا علی مدد، خدا نگهدار. خدا رو شکر مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام این افتخار رو داره و با همت شیعیان مولا در جای جای این کره خاکی که حمایت میکنن، همراهی و همیاری میکنن این مجموعه رو تا بتونه این کارهای خیر و خداپسندانه رو انجام بده. خدا به همتون جزای خیر عنایت بکنه. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. تماس گیرنده محترم، صدای شما رو داریم. سلام علیکم. سلام آقای میرخلف زاده دنیا، با اجازه شما و با اجازه شما و به نیابت پدرم مادرم سلام میدم به آقا امام حسین و تسلیت میگم خدمت پدر بزرگوارشان امام علی و همچنان تسلیت میگم خدمت امام حسین وفات پدر بزرگشان را. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی جمیعا. سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعل الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و لا علی ابن الحسین و لا اولاد الحسین و لا اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا عبدالفضل فتایت شنو. آقا جان به بزرگیت، به بزرگی ماه بزرگت، شفای همه مریضان، مادرم، پدرم، خودم، یا الله سلامتی همه مسافران. السلام علیک یا ابا عبدالله. اللهم عجل ولی کل اللهم عجل لولی کل فرج. با تشکر فراوان از برنامه زیبایتان، خوبتان، ما را از دعایتان فراموش نکنید. حتما خواهرم. خداحافظ. یا علی مدد، خدا نگهدار شما و تمامی عاشقان و محبین و شیعیان آقا امیرالمؤمنین و اولاد معصومشون باشه. ممنونیم، متشکر. خدا به شما جزای خیر بده. الحمدلله رب العالمین. خدا رو شاکریم. عرض میکنیم شکرن لک یا ابا عبدالله، شکرن لک یا ابا عبدالله، شکرن لک یا ابا عبدالله. تماس بعد. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آجی آقا، حال شما خوبه؟ ممنون، متشکر. سلام علیکم. کربلا خوش آمدید. من ارادت خاصی به این شبه که دارم آقا جان، ترا به جان جوادت که این شبه
زیارتی آقا ابو عبدالله حسین ابوالفضل العباس از راه دور شبکه امام حسین هم من همیشه خدا 24 ساعته دارم میبینم و ارادت خاصی بهشون دارم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنایک علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار فلا جهله الله آخر الاهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج فرج امام زمان ما هرچی زودتر برسان قسمت همه آرزومندا بکن حاجت همه حاجتمندان رو رفع کن قرض قرضا رو ادا کن مشکل همه رو برطرف کن جوانای ما رو به راه راست هدایت. الهی آمین. الهی آمین. حاجت روا باشید خواهرم. ممنونی، متشکر از دعاهای خیرتون، ممنونیم از این که پیگیری میکنید برنامه ها رو و به دیگران هم سفارش میکنید. الحمدلله سفره پهن شده، همه میتونن ازش استفاده بکنن. پخش های شبکه جهانی امام حسین از طریق ماهواره، از طریق موبایل، از طریق اینستاگرام، یوتیوب، فیسبوک، همه اینها قابل پیگیری هست. انشاءالله حاجت روا باشید. و اما آخرین تماس، چون دقیقه آخر برنامه است. سلام علیکم و رحمت الله. زائر محترم صدای بنده رو ندارید؟ خب اجازه بدید این دقیقه آخر برنامه رو دست به دعا برداریم، چون من امروز یه مقدار صحبت هم طولانی تر شد، میخواستم به قول معروف صدای مردم بیشتر برسه، ولی خب از دعا هم نباید بگذاریم، چون خدای تبارک و تعالی دوست داره دعا کردن رو و فرموده ادعونی استجب لکم. اللهم بحق الحسین الشهید عجل لولیک الفرج، اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق أبو طالب عجل لوليك الفرج، اللهم بحق أمير المؤمنين عجل لوليك الفرج، اللهم بحق الأئمة المعصومين أولاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم أفضل الصلاة والسلام عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. خیلی مشتاقیم شما رو در کربلای معلا ببینیم. انشاءالله زنده باشید و باشیم تا یه برنامه دیگه از برنامه های سلام کربلا. یا علی. شکر خدا که تو هیئت تو سین زن شدم، اگه گداتم از نوکراتم از کرم امام حسن شدم، غم تو موندم آخرش مردم با پیرن سیاه کفن شدم، غم تو موندم آخرش مردم با پیرن سیاه کفن شدم. یا حسین کربلا، یا حسین کربلا، باز ببین اومدم با یه چشمان خیز جز به گریه کنان. آقا اسممو بنویس بنویس.